چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری برفاهای فاهای من چراغ راه های من کلامت شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکش در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما است <applause> کلامت خدارد خدا ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود بر شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی با عنوان تمام کتاب خوش آمدید در حال مطالعه انجیل متا نخستین کتاب از عهد جدید هستیم و در این قسمت می به فصل 23 اجازه میخوام به مهمان برنامه برادر یوسف ریاس خوش آمد بگم درود, بر شما, درود بر شما برادر, همچنین درود و خوش آمد میگم به شما حضار گرامی برادر یوسف طبق روال برنامه لطفا یک توضیح کلی بفرمایید درباره موضوع فصل 23 این فصل موعظه وای به حال هاست خب اگر یادتون باشه عیسی مسیح در انجیل متا فصل 5 رو با خوشا به حال ها آغاز کرد ولی در کمال تعصف می می‌بینیم که خاتمه اون با موعظه وای به حال هاست و خطاب این موعظه به قومیه که زمان ملاقات مسیح رو تشخیص ندادن و کسی که در خوشا به سهمی نداشته قطعا در داره. وای به حال ها بسیار خوب از آیه اول میفرماید آنگاه عیسی به مردم و شاگردان خود گفت چون علما و فریسیان بر کرسی موسا نشستند شما باید به هرچه آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید اما از کارهای آنان پیروی نکنید زیرا خود آنها آنچه میگویند نمی کنند. آنها بارهای سنگین را میبندند و بر دوش مردم میگذارند در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند هرچه می کنند برای تظاهر و خودنمایی است دعاهای بسته شده به بازو و پیشانی خود را قطورتر و دامن ردای خیش را پهنتر می سازند. آنها دوست دارند در صدر مجالس بنشینند و در کنیسه ها بهترین جا را داشته باشند. و مردم در کوچه ها به آنها سلام نمایند و آنها را استاد خطاب کنند اما شما نباید استاد خوانده شوید زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید زیرا شما یک پدر دارید یعنی همان پدر آسمانی و نباید پیشوا خوانده شوید زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح است کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد زیرا هر که خود را بزرگ سازد حقیر خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید در این سخنان انقلابی که علیه کارهای علما و فریسیان گفته شدن چه چیزی میبینیم؟ خب اول از همه قصد دارم خدمتتون ارز کنم که این فصل به بخش تقسیم میشه در اینجا درباره کبر و غرور میخونیم در آیات بعدی درباره ریاکاری گفته شده و نهایتا در پایان فصل موضوع سوگواری و همچنین داوریه همچنین خدمت بینندگان یادآوری میکنم که ما سه مسئله مسیح رو بررسی کردیم مسائلی هایی که درباره یه سوالی بود که ازش پرسیده شد و این موعظه هم به سه بخش میشه در ادامه موعظه جامعه عیسی مسیح بالای کوه زیتون رو داریم که اون هم سه بخشه بنابراین بخش نخست این موعظه در ارتباط با غرور بله. این موضوع در کجا میبینیم خب تمامی آیات این قسمت درباره غرور صحبت میکنن مثلا میخونیم که اونها دوست داشتن نسبت به بقیه ظاهری متفاوت داشته باشند در آیه 5 میفرماید هر چه میکنن برای تظاهر و خودنمایی است دعاهای بسته شده به بازو و پیشانی خود را قطورتر و دامن ردای خیش را پهتر میسازند این مورد اوله همینطور اونا میخواستن جایگاه ای داشته باشند بالا نشستن در زیافتها و کرسی‌های صدر در کنایس را دوست میدارند به علاوه میخواستند رفتار مردم باهاشون متفاوت باشه چون در ادامه میگه و تعظیم در کوچه ها را همچنین دوست داشتن القاب خاصی بهشون بدن چون میخونیم مردم آنها را استاد خطاب کنند پس میشه دید که اونها چه از نظر ظاهری، چه جایگاه، چه رفتار و چه لقب دوست داشتن متفاوت باشن و همه اینها نشانه غرورن. برای همین مسیح در پایان گفت هر که خود را بزرگ سازد حقیر خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید. برادر یوسف در آیه دوم مسیح فرمود علما و فریسیان بر کرسی موسی نشستند. در اینجا منظور از کرسی موسی چیه؟ درباره کرسی موسی باید بگم که ترجمه یه واجه ی کتدراه. کتترا کلمه ای به زبان یونانیه که واجه ی کتترال از اون گرفته شده. و من منظورش اینه که اونها به عنوان معلمان بر کرسی موسا نشستن تا گفته های او را تعلیم بدن. به سرچشمه تعلیم. بله درسته به عنوان سرچشمه تعلیم. چون مثل امروز ابزاری برای یه انتشار وجود نداشته یعنی خداوند مردم رو تشویق میکرده تا به گفته های اونا گوش بدن ولی بهشون میگفته که مثل اونها رفتار نکنن اونها تعالیم الهی که در کتاب مقدس هست رو به شما تعلیم میدن و شما باید از اون که اونها از کتاب مقدس میگن اطاعت کنین و اصلا نباید غیر از اون باشه ولی مراقب باشین که ازشون تقلید نکنین چون که اونها میگن ولی عمل نمیکنن چون همه کارهاشون آمیخته با غرور بود بله. و شما درباره برخی زوایای اعمالشون گفتین. برادر یوسف بیان یک مقایسه انجام بدیم بین کارهای اون افراد و کارهای مسیح. توضیح بدین که اونا چی گفتن و چی کار کردن و مسیح چه چی چیزی گفت و چه کاری انجام داد. خب باید بگم تفاوت بزرگ وجود داره بین اونها و کسی که دربارش میخونیم او که همزات با خدا بود از برابری با خدا به نفع خود بهره نجاست بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفت مسیح از علما پرسید کدام یک بزرگتر است آن که بر سفره نشیند یا آن که خدمت کند آیا نه آن که بر سفره نشیند اما من در میان شما همچون خادم هستم مسیح به این دنیا بخشندگی را آموخت و به ایمانداران فروتنی را تعلیم داد و ما قدردان او هستیم برای سخنان شیرینش که فرمود از من تعلیم یابید زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت ما یاد. نباید از این ریاکاران سرمشق بگیریم چون گفتارشون مطابق اعمالشون نیست بله ولی در ارتباط با مسیح چطور رفتار و گفتار و او چگونه بود خب عیسی مسیح همواره قبل از گفتن عمل میکرد، در اعمال می همه ی اموری که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادنشان آغاز کرد و همچنین قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم بنابراین عیسی مسیح فقط گوینده نبود بلکه نخست عمل می کرد و به اونچه که عمل می کرد تعلیم می داد. بسیار خوب برادر یوسف لطفا توضیحی بفرمایید درباره آیه پنجم که ارتباط داره با فرهنگ پوشش اجتماعی بله. دعاهای بسته شده به بازو و پیشانی خود را قطورتر و دامن ردای خیش را پهنتر می سازند. ما درباره بستن دعا در کتاب مقدس چیزی نمیخونیم خداوند از انسان ها نخواسته که به پیشانی یا بازشون دعا ببندن بلکه این یک سنت بوده که از پدرانشون رسیده ولی درباره دامن ردا میخونیم اونا باید به لبه دامن رداهاشون نخ آبی میدوختن و در اینجا طبق معمول متوجه میشیم که برای این قوم بین سنت و کلام خدا سنت از احترام و اقتدار بیشتری برخورداره برای همین میگه دعاهای بسته شده را قطورتر میسازند اینها چه دعاهایی بودن؟ در اینجا واژه یونانی از کلمه ای گرفته شده که به معنای تلسم یا دفع بلاست یعنی چیزی که شخص را از بلا و همینطور شرارت حفظ میکنه برای همین اونها دو جبر با های چرمی به خودشون میبستن یکی از اونها رو دور پیشونیشون میپیچیدن داخل این جبه ها چهار قسمت وجود داشت که از بخشی از تورات یعنی کتاب های خروج و تصنیه گرفته شده بود طور اونها رشته دیگر را به دست چپشون میبستند، چون دست چپ به قلب نزدیکتره. اونا این را از تصنیه برداشته بودند. پس این سخنان را در دل و جان خود جای دهید و آن را مانند نشانه ای بر دست و پیشانی خود به عنوان یادآوری ببندید. پس اونا این فرمان را به صورت تحت لفظی انجام میدادند تا ظاهرشون متفاوت باشه. در اینجا میخونیم دعاهای بسته شده را قطورتر و دامن ردای خیش را پهتر می سازند اما به چه دلیل؟ برای خودنمایی بله درسته و انگار فریاد می زدن. من مؤمن هستم و با بقیه انسان هایی که خدا آفریده فرق دارم و این غروره راه افراد مغرور همواره همین طور بوده اونا به ظاهرشون بیشتر اهمیت میدن. دن. دقیقا درسته برای اینکه توجه دیگران رو جلب کنن چه از طریق یک لباس خاص بله. و یا از طریق یک رفتار خاص همین که نشون بدن از همه متیتر هستن ولی خدا درسته. روی همه اینا خط قرمز کشیده. این در عهد مسیحیت هم هست میفرماید ظاهران خدا پرستند ولی قدرت آن را انکار می نمایند. ممنونم بعد از استراحتی کوتاه برمیگردیم. فرمایید هیچ کس را بر زمین پدر خود مخانید زیرا پدر شما یکی است که در آسمان است. توضیح بدید که در اینجا صحبت مسیح خطا به چه کسانیه و آیا منظورش از پدر پدر زمینیه؟ بفهمید. ما از محتوای متن میفهمیم منظور از کسی که نباید اون رو پدر بخونیم یک پیشوای روحانیه. در زم اجازه بدین ارز کنم که چهار نوع پدر در کتاب مقدس ذکر شده. دو پدر شخصی و دو پدر همگانی. نخستین پدر شخصی پدر جسمانی منه. در ابرانیان میگه ما پدران زمینی داشتیم که تعدیب من میکردن و به آنها احترام میگذاشتیم. اینها پدرانند ولی بهشون نمیگیم پدر ما و میگیم پدر من. و دومین پدر شخصیه که من رو با عیسی مسیح آشنا کرده و این پدر رو هم پدر ما خطاب نمیکنیم چون که سرچشمه ی حیات ما خداست و این پدر من رو به سرچشمه ی حیات هدایت کرده. بنابراین من میدونم که این شخص یک واسطه است تا من رو با خدا آشنا کنه ولی من به حیات من نیست بلکه من حیاتم را از خدا می گیرم. همچنین دو پدر همگانی وجود داره. نخست ابراهیم که اون رو پدر ما خطاب می کنیم چون کتاب مقدس درست. اون رو پدر ما می نامه. و صد البته ما پدری عظیم داریم که اون رو پدر ما خطاب می کنیم. همونطور که مسیح گفت ای پدر ما که در آسمانی یا این رو فریاد زده میگوید پدر ای پدر بنابراین مفهوم واژه پدر سرچشمه هست بله یعنی ما نمیتونیم درباره هیچ کس حتی کسی که ما رو به مسیح راهنمایی کرده بگیم پدر روحانی من یا پدر ما برسته. اینا القابی که کتاب مقدس و خود مسیح به ما فرموده که نباید برای کسی به کار ببریم مسیح این رو در یک فضای یهودی گفت ولی متاسفانه همون شرارت یهودی که همه میشناسیم امروزه در مسیحیت هم رخنه کرده برادر یوسف اگر خود شخص یعنی یک رهبر روحانی از مردم بخواد که اونو با این القاب صدا بزنند در اون صورت تکلیف چیه فکر میکنم این کاملا از تعالیم مسیح و روح کتاب مقدس دوره خب لطفا به آیات 9 و 10 توجه کنین میگه هیچ کس را پدر نخوانید و نباید پیش خانده شود یعنی از هر دو کار من اشون کرده من نباید بخوام کسی من را پدر خطاب کنه یا کسی را با این القاب خطاب کنم و همچنین اگر بشنویم کسی ما رو با این القاب خطاب میکنه باید مانعش بشیم و به او بگیم بله. از خدا باید اطاعت کرد نه از انسان درسته. در پایان آیه 12 میخونیم زیرا هر که خود را بزرگ سازد تغییر خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید و پس از اون یعنی از آیه 13 هم وای به حال ها رو میخونیم بله برادر یوسف لطفا درباره این بخش و جزئیات اون برای ما توضیح بفرمایید خب پس از آیات نخست که در رابطه با غرور بودن عنوان این بخش ریاکاریه ایسا درباره ریاکاری صحبت میکنه یعنی کاری که با حقیقت مقایرت داره مثل کار بازیگران روی صحنه و میبینیم عبارت وای به ها هفت یا هشت بار در این بخش تکرار شده خداوند این وای به رو حتی به اشخاص ریاکار گفته کسانی که فقط به ظاهری که مردم میتونن ببینن اهمیت میدن ولی قلب و وضعیت حال درونی به هیچ عنوان براشون اهمیتی نداره بسیار خوب اجازه بدین نمونه ای از این وای به رو بررسی کنیم اتمن. مثلا میفرماید وای بر شما ای علما و فریسیان ریاکار اونا تنبل نبودند بلکه خیلی هم فعال بودند شما دریا و خشکی را طی کنید تا کسی را پیدا کنید که دین شما را بپذیرد و وقتی که موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم میسازید بله یعنی سخت تلاش کنی تا جان یک نفر را سید کنی ولی نه برای آسمان بلکه برای برسته. خودشون و جهنم دقیقاً. آیا این تصویر تکرار میشه؟ بله تکرار میشه اگه توجه کنید در آیه 13 میتونیم سکوتی مرگبار رو ببینیم و در آیه یه پونزده یه کار مرگبار رو. اونا دریا و خشکی رو طی کردن تا کسی رو دو برابر بدتر از خودشون سزاوار جهنم کنن. زمانی که شما یک نفر مثل خودتون رو تولید میکنین، به نوعی سردسته گناهکاران هستید مثل کاری که پولس یا شاول ترسوسی کرد و با این کار رو به پسر جهنم تبدیل میکنین. ولی در مورد ایمانداران میخونیم ما ساخته یه دست او هستیم یعنی خلقتی تازه اجازه بدین از جا خدمت تمام بینندگان عرض کنیم هر کاری که باعث بشه مردم به طرف کسی بجز مسیح و کار رو او جذب بشن مثل فرستادنشون به جهنمه بنابراین هر کاری که انسانها رو به طرف یک عقیده جذب کنه و یا اونا رو تحت سلطه یا تفکری خاص قرار بده و مسیح و کار مسیح رو معرفی نکنه خطری به حساب میاد برای نو ایمانان یا افرادی که مشتاق شناخت مسیح هن. اما هر فرد سخت کوشی باید به هر جایی که میره فقط مسیح و کار مسیح رو اعلام کنه. پولس گفت تصمیم گرفته بودم همه چیز جز عیسی مسیح مصلوب شده را فراموش کنم بعضی اوقات در جاهای مشکل بله. پیش میاد و میشنویم که مردم میگن فلانی از این فرقه رفت به یک فرقه دیگه این درگیری ها زمانی به وجود میاد که تمرکز ما فقط بر مسیح و کار او نیست در ادامه میبینیم که مسیح میفرماید هر که با من جمع نمیکند، کند پراکنده میسازد. این شخص جمع میکنه اما نه برای خدا و از نظر مسیح این کار جمع کردن نیست بلکه پراکنده کردنه درسته. برادر لطفا توضیحی بفرمایید در مورد آیه 16 هم که درباره راهنمایان کوره در اینجا میخونیم وای بر شما ای راهنمایان کور که میگویید اگر کسی به مبد سوگند خورد با نیست اما اگر به طلای مبد سوگند خورد باید به سوگند خود وفا کند مبد برای اونا اهمیتی نداشت ولی اون نگرانش بودن طلاهای مبد بود سپس میگه هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد چیزی نیست اما به هدایا پس مردم به دنبال طلا و همینطور هدایا هستن ولی ما بعد براشون بی اهمیت بود قربانگاه چطور اون هم به هیچ عنوان براشون اهمیتی نداشت مسیح گفت کدوم بزرگتره هدایا یا قربانگاهی که هدایا را تقدیس میکنه ولی اونها تنها به خودشون فکر میکردن و اینکه چطور شکمهاشون رو سیر کنن و فقط به طلا و هدایا اهمیت میدادن برای همین به مردم تعلیم میدادن که دروغ بگن و بیهوده سوگند بخورن میفرماید وای بر شما ای علما و فریسیان ریاکار شما از نعنا و شوید و زیره ده یک می دهید اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید یعنی اونا افراد دقیقی بودند و دهی که کمترین چیزها رو پرداخت میکردند ولی موارد خیلی روشن شریعت خدا و ده فرمان رو نادیده میگرفتند درسته پس در این تصویر هم تکرار وجود داره بله این تصویر قدیمی از دوران میکاهه جایی که میخونیم خداوند به ما گفته است نیکویی چیست و درباره چیزهایی که از ما میخواد میگه انصاف را به جار یا محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدای خود سلوک کنی اینا مهمترین احکام شریعتن دهیک یک دادن از نان و شوید و زیره کار راحتیه ولی در اینجا درباره نادیده گرفتن مهمترین نحکام شریعت صحبت میکنه اجازه بدیم بقیه ای آیات این بخش یعنی تا آیه هم رو با هم بخونیم وای بر شما ای علما و فریسیان ریاکار شما مقبره های انبیا را میسازید و بناهایی را که به یاد بود مقدسین ساخته شده تزیین میکنید و میگویید اگر ما در زمان نیاکان خود زنده بودیم هرگز با آنان در قتل انبیا شرکت نمیکردیم به این ترتیب تصدیق می کنید که فرزندان کسانی هستید که انبیا را به قتل رسانیدند پس بروید آن چرا که نیاکانتان شروع کردند به اتمام رسانید ای ماران ای افزیزادگان شما چگونه از مجازات دوزخ می گریزید در اینجا خوندیم شما فرزندان کسانی هستید که انبیا را به قتل رسانیدند درباره این قتل توضیح بدیم عبادت کردن آرامگاه انبیا و افراد پارسا از اینکه که بخوای چیزی باشیم که از جانب خدا آوردن کار بسیار راحتتر و توجه کنید که مسیح بهشون میگه ای ماران ای افیزادگان این عبارت توسط یحیی در متا فصل سه ذکر شده و مسیح اون رو در متا دوازده تکرار کرده و اینجا برای یه بار سوم در انجیل متا فصل 23 تکرار میکنه اونا به اعتراف خودشون فرزندان قاتلان انبیا هستند ولی متاسفانه توبه نکردن و در حال ارتکاب به وحشتناکترین گناه بودن یعنی کشتن کسی که انبیای پیشین رو فرستاده بود و عیسی مسیح در پایان فصل براشون تأسف میخوره که انبیا رو کشتن و همچنین فرستادگان خدا رو سنگسار کردن بسیار خوب اجازه بدین پیش از استراحت بخش بعدی این فصل یعنی از آیه 34 رو با هم بخونیم بفرمایید به این جهت من انبیا و حکما و علما را برای شما میفرستم اما شما بعضی را میکشید و مصلوب میکنید و بعضی را هم در کنیسه هایتان تازیانه میزنید و شهر به شهر میرانید و از این جهت خون همه نیکمردان خدا که بر زمین ریخته شده برگردن شما خواهد بود از حابیل معصوم گرفته تا زکریا فرزند برخیا که او را در بین اندرون مقدس معبد بزرگ و قربانگاه کشتید در حقیقت به شما میگویم گناه تمام این کارها به گردن این نسل خواهد بود استراحت کوتاهی میکنیم و با پرسش یکی از مهمانان برمیگردیم توضیح بدین چه ارتباطی وجود داره بین خونه حابیل معصوم و خون زکریا فرزند برخیا بفهمید برادر خب به طور قطعی نسل با حابیل که در کتاب پیدایش فصل چهار بهش اشاره شده همزمان نبودن اما مسیح پیش از این فرمود بروید و آنچه را که نیاکانتان شروع کردن به اتمام رسانید انگار که این یک ظرفه و اگر نسل های آینده به شیوه رفتار پدران خودشون ادامه بدن اون وقت مسئولیت کل فاجعه به عهده اونهاست. برای همین عیسی مسیح در آیه ای که بهش اشاره کردین، به اونها اینطور فرمود: خون همه مردان خدا که بر زمین ریخته شده است، برگردن شما خواهد بود. از اولین کسی که شهید شد یعنی هابیل، تا آخرین کسی که در دوم تواریخ شهید شد یعنی کتابی که بر طبق ترتیب کتابهای تورات از لحاظ تاریخی آخرین کتابه مثل زمانی که ما میگیم از پیدایش تا مکاشفه انگار مسیح هم میگه همه ی خونهایی که از پیدایش تا دوم تواریخ بر زمین ریخته شده برگردن این نسل خواهد بود اگر توبه نکنن برای همین این موضوع بسیار با اهمیته اگر من به کارهای گذشتگان ادامه بدم فقط به خاطر مقدار کمی که خودم اضافه کردم داوری نمیشم بلکه داوری من بر حسب تمامی گناهان و خطاها و شرارتهایی که این ضعف رو پر کرده این انباشتگی گناهانه دقیقا درست بسیار خوب البته باید خدمت بینندگان یادآوری کنیم کتاب دوم تواریخ که در فصل 24 مش داستان زکریا پسر برخیا رو میبینیم از لحاظ تاریخی آخرین کتاب در عهد عتیقه و پس از بازگشت قوم از اسارت نوشته شده انگار مسیح یک سر رشته رو در نخستین کتاب از عهد عتیق نگه داشته و سر دیگه اون در آخرین کتاب از عهد عتیق همینطوره مسیح درباره قتل زکریا فرزند برخیا فرمود گناه تمام این کارها به گردن این نسل خواهد بود شما فرمودین این به انباشتگی و تراکم گناه اشاره میکنه بله همچنین به ما نشون میده گناه قتل و ریختن خون در اثر زمان از بین نمیره بله. و خداوند تقاس خون رو میگیره رسته. برادر یوسف ما چه پیغامی میتونیم بدیم به کسانی که به خودشون اجازه میدن قتل کنند و خون هر کسی رو بریزن خب میتونیم بهشون بگیم اولین گناهی که در این جهان تیره بخت انجام شد قتل حابیل به دست برادرش یعنی قائن بود خداوند به قائن اینطور فرمود چه کار کرده ای؟ خون برادرت از زمین برای انتقام نزد من فریاد می کند. از زمین فریاد کردن یعنی چی؟ یعنی درخواست برای انتقام. آیا خداوند می بله تا حدی که پس از هزاران سال به این گناه اشاره می و می که این نسل شریر مسئول ریخته شدن خون تمام بیگناهان هستند. هستن که از خون نخستین شهید یعنی حابیل شروع شد. پس این مسئله جدیه که انسان با زندگی انسان دیگه بازی نکنه. حق انجام این کار تنها متعلق به خداست. و خدا این حق رو به غازیان پادشاهان و مسئولین داده و اگر اون از قدرتشون سوء استفاده کنن به این خاطر داوری میشن ممنونم برادر یوسف رسیدیم به بخش پایانی این فصل از آیه 37 میفرماید ای اورشلیم ای اورشلیم ای شهری که انبیا را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگسار کردی چه بسیار اوقاتی که آرزو کردم مانند مرغی که جوجه های خود را زیر پروبال خود جمع می کند فرزندان تو را به دور خود جمع کنم اما تو نخواستی اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خدا می آید توضیحی بدین درباره این سوگواری تلخ از جانب خداوند برای اورشلیم. به قول شخص ما هنگام فوت عزیزانمون اول گریه میکنیم و سپس براش سوگواری میکنیم در لوقا 19 میخونه مسیح شهر رو از دور دید و برای اون گریه کرد و در اینجا براش سوگواری میکنه اما به چه دلیل چون اورشلیم از حضور مسیح آگاه نبود این چیزیه که عیسی در لوقا 19 میگه پس ما میتونیم در اورشلیم گناهی دو جانبه رو ببینیم یک نافرمانی مداوم در تاریخ این شهر که شهری متمرد و سرکش بود و همچنین رد کردن و نپذیرفتن شفا با سنگسار کردن انبیایی که خدا فرستاد و حتی وقتی پسر خدا نزد او آمد قوم خواستن که اون را مصلوب کنن برادر یوسف عیسی به اورشلیم اینطور گفت آرزو می کردم فرزندان تو رو زیر پر و بال خودم بگیرم بله برادر باز کردن بالها معانی بسیار زیبایی داره درسته مثلا به محافظت اشاره میکنه بله این همون نشانه ایه که خداوند به قوم داد با پاشیدن خون بر چارچوب درها درسته. انگار خداوند میگه میخوام از شما مراقبت کنم ولی شما منو رد کردین پس خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد وقتی قوم اسرائیل بالهای محافظت خدا رو نپذیرفتن چه چیزی به دست آوردن و چه چیزی به دست آوردن زمانی که بالهای محافظت کار مسیح بر صلیب رد کردن. در دنیا نه میخونیم کشته می شود. و منظورش مرگ عیسی مسیح بر روی صلیبه سپس میگه اما نه و سپس در انتهای آیه میفرماید جنگ و ویرانی ها را که تعیین شده با خود خواهد آورد این اتفاق در سال هفتاد میلادی رخ داد و اونچه که در این سال اتفاق افتاد باعث میشه که جوانان از ترس و وحشت سال خورده بشن این اتفاق وحشتناکیه در اون واقعه هولناک هزاران و حتی شاید میلیون ها جوان در اطراف شهر اورشلیم مصلوب شده بودند که رویدادی آزاردهنده و مهیب بود وقتی مسیح به دختران صهیون گفت برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید منظورش همین بود روزهایی خواهد آمد که خواهند گفت خوشا به حال نازایان و هایی که بچه نیاوردند آنگاه به کوها خواهند گفت به روی ما بیفتید ولی دیگه برای این خیلی دیر شده عیسی فرمود اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خدا می آید مگه اینو در یک شنبه نخل نگفتند بله اونا گفتن ولی انگار که از ته دل نگفته بودن به یاد داشته باشین که این موعظه موعظه وای به حال هاست. ولی در انتهاش راجبه برکت میگه اگر این رو با اشعیا فصل پنج مقایسه کنیم میفهمیم که اشعیا هم و عبارت وای به حال رو تکرار میکنه ولی وقتی به فصل شش برسیم میبینیم که اینطور میگه وای بر من پس وای به حال شما و من چون بهتر از شما نیستم ولی جلال بر مسیح که حدود هفت یا هشت مرتبه از عبارت وای استفاده کرد ولی در پایان میگه برکتی در راهه و برکتی بر شما خواهد اومد و این برکت از طریق منه جدا از مسیح در این دنیا برکتی نیست میخونیم زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلم روی آسمانی بهرمند ساخت ممنونم برادر به پایان این قسمت رسیدیم و با مهمانان درس امروز و مرور میکنیم. از مطالعه این قسمت چه چیزی آموختین؟ تفاوت بین علما و فریسیان رو با خداوند ایستا دیدیم. اونا دوست داشتن در مجالس بهترین جایگاه رو داشته باشن و خودشون به چیزهایی که به مردم میگفتن و تعلیم میدادند عمل نمیکردن. اما خداوند خودش رو خالی کرد و به صورت یک غلام در اومد. او در دل فروتن و متواضع بود و پیش از اینکه چیزی تعلیم بده به اون عمل میکرد. در ابتدای انجیل متا موعظه خوشا به ها رو از مسیح دیدیم و در این فصل وای به ها رو موعظه کرد و یاد گرفتیم کسی که از برکات خوشا ها برخوردار نمیشه چیزی جز وای ها نصیبش نخواهد برسته. شد بسیار زیباست که عیسی بعد از گفتن وای ها این فصل رو با یک برکت به پایان میرسونه برکت خدا با شما عزیزان برادر یوسف سپاسگزارم بینندگان گرامی این قسمت از برنامه رو با هشدارهای مسیح خطاب به اورشلیم به پایان می رسونیم. ای اورشلیم، اورشلیم، قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسلان خود چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم مثل مرغی که جوجه های خود را زیر بال خود جمع می کند و نخواستید اورشلیم مشهور بود در به قتل رسوندن انبیا تمام کسانی که با کلام خدا به این شهر اومدن رانده شدند، ترد شدند و یا اینکه کشته شدند. اورشلیم نه تنها انبیا بلکه پسر خدا رو هم به قتل رسوند هر کس مسیح و نپذیره حفاظت رو هم نپذیرفته یعنی تنها کسی که توانایی محافظت کردن داره کفاره کار مسیح بر روی صلیب هر قوم و هر شخصی که کفاره مسیح بر صلیب با این کار کنه چیزی به دست نمیاره جز نابودی ابدی بنابراین نتیجه میگیریم همین الان وقت توبه است نه تنها زیر بالهای خداوند بلکه همچنین در سایه کفاره خداوند چون در هیچ کس دیگر نجات نیست خدا نگهدار چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان هم قلب تشنه هم کلام تو برترین از تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساک شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و عبدی و جاودانت تمامی کلامت